این بار حوزه مطالعاتی ما رامیان است، مملو از جنگل‌های پردرخت، گروهی و انفرادی، با تنهایی که هنوز خود را از تکوتا نینداختند و به شدت سعی می‌کنند از درختان و برگ‌ها متمایزتر به نظر برسند و حتی در حالی که سقوط هم کرده اند اما هنوز تافته جدا بافته به نظر می رسند. در این جنگل نمیتوان از حشرات و مورها و آبزیان هم غافل شد که در جنگل خود را از شر حاسدان پنهان کرده اند و اطراف رودها و آبهای راکدی که برخلاف ظاهر زیبایشان عمق پرهیاهویی دارند گرد آمده اند. نکته مهمی که در جنگل ها وجود داره بین درخت ها و گیاه ها چند تا اصل البته هست، یکیش اصل همزیستیه، یکیش اصل تنازع یا کشمکش یا استراگل به قول انگلیسی ها. من بیشتر با همزیستی کار دارم. همزیستی یعنی این که دو معنی میده، یکی این که گیاهان و درختانی که از یک گونه هستن کنار همن، مثلا افراها کنار همن، انبوه بلوط ها کنار همن، سرخدار ها، شمشاد ها، و این در واقع در عالم طبیعت کنار هم دارن به همدیگه کمک میکنن برای رشد. و این منو یاد بازارهای ایرانی میندازه که در بازارهای ایرانی شما راسته زرگرها داری، راسته آهنگرا داری، راسته فرش فروشا رو داری، و اینا انگار همه کنار هم، هیچ کس احساس نمی کنه که بی روزی میمونه و این خیلی جالبه. فراموش کردم که بگویم این بار برخلاف سفرهای قبلی تنها نیستم و دکتر حقانی و دستیارش آقا مرتضی از اهالی بیرجند که برای مطالعاتشان جنگل‌های رامیان را برگزیده‌اند در آن سوی جنگل فعالند و حدود یک ساعت پیش از آنها خداحافظی کرده بودم. در طول این سفر به تدریج با کار و زحمات آنها آشنا می شویم. پس از جدایی از دوستان راهم را در عبور از جنگل های کف ادامه دادم. حضور درختان و درختچه ها بر سایر پدیده های جنگل سنگینی می کند. طولی نمی کشد که سر و کله رود پیدا می شود، کم آب ولی رونده، که آینه‌سان به انعکاس تصاویر اشیاء اطرافش می پردازد. حضور رود برای سایر موجودات جنگل دلیلی بر رؤیت قیافه خود در آب است.
پیش میاد یه درخت کهنسال مثل این از ریشه جدا بشه، اون وقت به این شکل بیفته روی عرض یک رودخونه. برای مردمی که اینجا رفت و آمد میکنن یک پل بسازه، البته یک پلی که انگار کارت پستاله، انگار نقاشی کردن انعکاسش تو آب، برای مردم اطراف که صداشون هم داره میاد عالیه. دوستان ما به تخصص خود مشغولند و در پی یافتن محلی مناسب برای پهن کردن تورهایشان هستند. کمی طول می کشد که با روش کار آنها و البته تخصصشان آشنا شویم. گرچه کار هیجان انگیز و مفیدی را پیش ساخته اند، ولی به صبر و حوصله‌ای بسیار نیاز دارد. درخت همه خوشگاه داخلش برداریم که سریع کارمون تموم بشه. چور موازه باش پاره نشه فقط. بگی بذارم باید سعی کن صحبت زیاد نکنی. خب اجاده نکن بخاری. خیلی هم عالی، این قسمت بالایی رو خوب محکم ببند که این هم صدای چرخسگ دم دراز خیلی نزدیکمونه. اون چقدر چرخیسک اینجا داره، مخصوصا چرخیسک دم دراز. کاش اون دوتا تور دیگه اونم همینجا نصب میکردی. صدای سهره جنگلی هم میاد، این صدا چرخسه که دم دراز خیلی داره اینجا.
برای عبور از کف جنگل و گذر از شالیزارها باید شیب‌های تندی را برای رسیدن به ارتفاعات طی کرد. حرکت از پایین به بالاتر با جغرافیایی تازه و متفاوت برای من همراه است. جستجو در میان این فضا همچنان زمانبر است. قلعه ماران محل جولان مه بر فراز ارتفاعات تاریخی اونجاست و گندمزارها که جاده‌های خاکی را به عنوان مرز غیر رسمی خود پذیرفتند. هر چقدر از کف به بالا میای هم هوا خنک‌تر میشه، هم سبزی بیشتری میبینی، به طوری که با سایه روشن آفتاب، با گندمزارهای وسیع و بوته‌زارهایی که رطوبت خوردن روبرو میشی. همینطور از جنگل ما داریم میایم بالا، با منظره عجیب غریبی روبرو میشیم که چقدر جالبه. اینجا مکان مناسبیه که تور بزنیم. بزن چون چیه؟ اینجا کلی بکنیم. اینجا؟ یکم راست بیرون. خب پس این پایش رو اینجا میزنیم، این پای دیگه هم فاصله 12 متر. پای فشار می که آمارتزا سیب خورده گیره. بیا این بیا تو رو بیا. بیا بیا آمارتزا نمیگه. دکتر حقانی و آقا مرتضی همچنان به کار خود مشغولند. باید تورهای دیگری بتنند، تورهایی که قطر نخهای آن و سوراخهای مشبکش اصلاً به چشم نمی آیند و طعمگیرهای خوبی هستند که توسط یک گروه حرفه‌ای تنیده شدند.
کارم در پاقلعه تمام نشده. پس از عبور از گندمزارها باید به آبشار پشمکی بروم. گرچه کم ارتفاع و کم آب است، ولی مسیرش از خود آبشار جذبه بیشتری دارد. سنگهای خزه زده و سرگردان در گوشه و کنار جویبارهای حاصل از آبشار ایستادند. عبور از صخره‌های سر راه آبشار و همچنین صخره‌های بالاتر با چشمان بسته هم برای من میسر است. بارها این حرکت را در عالم خیال و در عالم واقع مرور کردم. سیر آفاق که گاه مرا از سیر انفس باز داشته است. بازم نبرد با صخره‌ها، نبرد با خزه‌ها و بالاخره آبشار مورد نظر.
هنوز کار گروه همسفرمان تمام نشده. آنها باید سایر مراحل حرفه‌ای کار خود را به اتمام برسانند و پس از آن باید یک یا چند شب را به انتظار بنشینند. آقا مرتضی، این یادداشت رو میذارم، انشالله کسی دست نزنه به این میسنت ما، برای افرادی که انشالله میان اینجا فقط ببینن و عبور کنن ازش، انشالله کسی دست نزنه بهش. بریم. این یه آبشار خزه‌ایه، مثل آبشار علی‌آباد کتول که بزرگترین آبشار خزه‌ای ایرانه. البته خزه‌ها تنها هم‌نشینای آبشارا نیستن. گاهی اوقات شما پر سیاوشون می‌بینی که هم‌نشین آبشاره، گاهی اوقات شاخ‌های تمشک می‌بینی، گاهی اوقات پونه و نعنا می‌بینی. اینا خزه‌ای هم. در مورد خزه‌ها بگم که خزه‌ها درست رو به شمال، یعنی جهت شمال نشون میده، هر وقت روی سنگ سبز بشن. از طرفی فراوانی خزه‌هایی که روی تنه‌های درخت هست بیشتر جهت جنوب رو نشون میده و این یک کمک برای جهت شناسی. در مورد این بیشتر تحقیق کنید، فکر کنید.
آرتو زدن، فکر کنم چند تا پرنده داخل تور میبینم. بله، چرخیسک پس سرسفید و چرخیسک بزرگ. صبح روز بعد دکتر حقانی و آقا مرتضی به سراغ تورهایشان آمدند. تورهای نامرئی چه صیدی را در آغوش خود فشردند. دیدنی است. مرتضی جان برو کلمن یخ رو بیار که نمونه خون بگیریم از این دو تا چرخیسک زیبا. باش. عالیه. یکم وز سمت من، آها. ساید روی لاین روی سرته. بلند کن بیارش این ور دیگه. ساید جان احتیاط کن صورتو. یکم در حالی که گروه دیگرمان به پرنده نگری مشغولند، من در میان پرندگان رنگارنگی در ارتفاعات الهادی به سر میبرم. شور و هیجان پرواز امان همه را بریده است. Thank you.
خب اجازه ده شماره 11 الو؟ نه آماده است این دیگه آماده خونه. دکتر حقانی پرنده شناس است. این موجودات ظریف و خوشخوان برای حفاظت و بقا به مطالعات و معاینات علمی نیاز دارند. خونگیری از آنان و سپس مطالعه این خون و سنجش ابعاد جسمانی پرنده در آزمایشگاه مراحل بعدی این پژوهش علمی هستند. اذیتش نکن. مرتضا تصاویری که امروز گرفتیم رو ببینیم. این دارکوب خالدار کوچک صبح گرفتیم، بعد از این هم فیلم گرفتم، خیلی فیلم زیبایی شده. این هم که کمرکولی جنگلی رو ببین. پرندهایی که زندگی کردیم، یکی چرخسک بزرگ بود، یکی هم چرخسک پس سرسفید بود. چه خوشگلی. آره. فیلمش صداش هم خیلی ماشاءالله زیبا و خوش صدا است. امین. این دارکوب خالدار کوچک جنس نر، قسمت پیشانی قرمز که شده، این نشاننده جنسیت نر این پرنده است. این صدا چیه علی؟ توی شاخه بزرگه. به نظرم این صدای پیغوی کوچکه و این یکی دیگه هم که احتمال زیاد سهره جنگلی باشه. مادر جان اجازه بده که لیف بهت بده و بعد برمیگردی. در برو جلوتر بعد برگرد. الان 180 برگرد. خب مهندس آماده ای؟ بله. آماده پرواز. میخوره به شما. سر کلا. ماشاءالله کلیره. سری برو. بود ماشاءالله. تمومه.
با آقا محسن مصطفی از بچهای با تجربه اینجا، مثل بقیه که با تجربه حرفه‌این، می‌خوایم بپریم. سرنوشت ما در اول دست خدا، بعد دست آقا محسن. چند سال میپری آقا محسن؟ من 6 سال. 6 سال باریک. باد شدید نیست آموسن به نظرت؟ نه، باد بسیار عالیه. بادی هست که مخصوص پرواز بلنده. ما که کسایی که میخواییم پرواز بلند داشته باشیم توی این هوا پرواز میکنیم. در خدمت شما هستیم. ممنونم. این مثل آرنسای کوهنوردی و صخره‌نوردی ما هستن، درسته؟ بله دقیقاً، با ایمنی بیشتر. آها. از هارنسایی که کوهنوردی استفاده میکنن ایمنیش بالاتره. درسته. خیلی خوب. در این بهار کمباران و کمگل، چترها چون پرندگان سبکبال و گلهای رنگارنگ کوه و دشت را پر کردند، به نحوی که کمبود گلها و پرنده های بهاری به فراموشی سپرده شده است.